بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب تو چنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگهدار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. یا رب تو مرا به سوی حق راه نما، بر کسب رضای خود هوا خواه نما. آگه نیم سود و زیانم در چیست، بر سود و زیان مرا تو آگاه نما. با حمد و سپاس بیکران بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی و با تشکر از برادر ارجمندمون استاد سادات که قبل از آن برنامه داشتن، خداوند به ما و تلویزیون ما و دوستان ما و همراهان ما برکت دهد و ما را هدایت و دیگران را به وسیله ما هدایت نماید. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعاتی را که در خدمت شما هستم، آنچه را که مفید دین و دنیای من شماست و برای اصلاح قلوب و افکار و اخلاق و اعمال و جامعه و خانواده من شما مفید است، خدا من آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچنان که رسول اکرم علیه السلام میفرمایند سخن خداوند است، سخن قرآن است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و عم نواله رسیدیم به آیه شریفه 148 از سوره انعام. تلاوت آیه رو از یکی از بلبلان حرم بشنویم و بعد از اون انشاءالله ترجمه شعری و تفسیرش را. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. کسانی که هستند مشرک به رب، ببینید همه آیات قرآن جنگ با شرک و جنگ با تشیعه، چون تشیع کاملا شرکه. کسانی که هستند مشرک به رب، میگشتند غرقه به کفر و شغب،
شغب امامت بگویند گر خود یگان خدا همی کرد اراده به دور قضا نما نه پدرهای من هیچگاه نگشتی مشرک به یک تا اله شرک خودشون رو به گردن خدا میندازن نکردیم هرگز حرامون غذا که بر ما بداد است یک تا خدا که پیشینیان هم بدین قول خام رسول را نمودن تکذیب تام چشیدن تا اینکه طعم عذاب گرفتار گشته به قهر و عقاب بگو گر دلیلی است بر این سخن ارائه نمایید آن را به من شما جز اوهام و پندار و خیش رهی از اطاعت نگیرید پیش پندار بافی و اوهام بافی قدیمه مخصوص امامت و امام زمان بازی و اینا نیست شما جز اوهام و پندار و خیش رهی از اطاعت نگیرید پیش سخنهایتان هست جمله گزاف نگویید غیر از دروغی و لاف سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا إن كلمة سيقول خواهند گفت إن داراي يك سر إجازي از قرآن و کسی که این سر رو هم به آیه میده دشمنه تا بدونیم که چطوری خداوند دشمنان رو دلیل بر صدق کلام خودش میدونه تا بدونیم که دشمنان خدا مشرکان چطوری در غفلتن خداوند وقتی که میفرم سیقول و صفحه ها و من الناس صفیحان و نادانانی از مردم میگویند که یعنی چی؟ یعنی تا حالا نگفتن قرآن میگه که خواهند گفت قرآن این آیه رو مخفی هم نکرده علنا اعلامش کرده پیغمبر خوندهشه مردم در نمازها خوندنش تلاوتش میکنن اگر مشرکان اندکی فکر میداشتن و میومدن اظهار ایمان میکردن میگفتن قرآن صحیح نمیگه میومدن میگفتن نه ما صفیح نیستیم ما ایمان میاریم بلکه آیه ازشون سبقت گرفته خبر داده لیکن چون قائل خداونده کسی نمیتونه حرف خدا رو تکذیب کنه اونا این کلمه رو شنیدن با این حال حتی ساکت هم نشدن زمانشون سبقت گرفت و قرآن رو تایید کردن پیشبینی قرآن رو تایید کردن هر کسی که بر نفس خود ظلم بکنه بر نفس خود اسراف بکنه از دین خدا دور بشه از احکام دین پیروی نکنه ادعا کنه که آقا خدا ما را گمراه کرده و با تمام وقاحت هم افتخار بکنه که آن چرا ما انجام میدیم خدا چون این خواسته و اگر خدا میخواست ما اینو هر این راجب عقیده این چیزها رو حرام حلال هم نمی کردیم این در واقع اینا رو دو موضوع تکیه کردن یکی عقیده یکی تکلیف درباره عقیده می گفتن لو شاء الله ما اشرکنا اگه خدا می خواست ما شرک نمی ورزیدیم گویا که به خواست خدا اینا مشرک شدن نعوذ بالله و وقتی که به تکلیف رسیدن اون چرا که خدا من حرام کرده اینا حلال میکردم گفته این خواست خدای چرا بلکه بر خودشون توجیه پیدا کنن بهانه پیدا کنن و این موضوع عقلی نیست بلکه اگه یه موضوع عقلی می بود
باید در خیر و شر هر دو رو به خدا نسبت میدادن. این وقتی شخصی ادعا میکنه که این شر رو خدا بر من نوشته، چرا من عذاب میده؟ چرا نمیگه که خیر رو خدا بر من نوشته، خیر رو به خودش نسبت میده؟ مقتضای منطق اینه، شر رو به خدا نسبت میدی، خیر رو به خودتون. لو شاء الله ما اشرکنا معنیش صحیحه، لیکن اگه خدا میخواست همه رو اهل هدایت قرار بده انجامش میداد به زور، ولی خدا چنین نخواسته. خداوند به مردم اختیار داده و در دایره اختیارش هیچ کسی از مشیت کلی خداوند در هستیش نمیتونه خارج بشه. لیکن از مراد شرعیش، اونی که مشرک میشه، کافر میشه، گناه انجام میده، از مراد شرعی خداوند خارج میشه، چون خداوند بهش اختیار داده، میتونه خیر انتخاب کنه، میتونه شر انتخاب کنه. و فرق بین یک موضوع کونی با یک موضوع شرعی، کفر کافر وقتی کفر میورزه، شرک میورزه، امامت درست میکنه، امام زمان و چاه زلالت درست میکنه، اینا علی رغم اراده خدا نیست، کسی به زور در مملکت خداوند نمیتونه کار بکنه، بلکه همه اینها بر مبنای اختیاری است که خداوند به اون انسان داده. انسان صالح کار نیک انتخاب میکنه، انسان طالح کار بد انتخاب میکنه، و خداوند فرماید من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کفر بورزه، یعنی اختیار اینو داری. این نیروی را که خداوند به انسان داده میتونه در راه کفر، در راه شرک، در راه امامت، در راه زلالت، در راه سینه زنی، در راه زنجیر زنی، در راه مردم کشی، در راه تروریسم انتخابش بکنه، میتونه در راه صلح، در راه ایمان، در راه درستی، در راه خیر انتخابش بکنه. ولذا کسانی که کفر خودشون را، شرک خودشون را به مشیت خدا نسبت میدن، خداوند میگه کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. این چونینه، اونایی که قبلا هم دروغ میگفتند همین حرفا رو میزدند تا اینکه عذاب ما رو چشیدن. پیشینیانشون همین حرفا رو میزدند، همین دروغا رو میگفتند تا اینکه عذاب خدا آمد، گرفتار عذاب خدا شدند. ولی خداوند پیغمبرش میفرماید که بینا بگو، اگه شما راست میگید، علمی دارید، علمتون رو ظاهر کنید. چه دلیلی دارید از با این یاوهاتون، با این دروغهاتون؟ و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم ازشون سوال میکنه، آیا شما حرفی دارید؟ از خدا دلیلی دارید؟ و حقیقت یعنی که هیچ دلیلی ندارن، نه علمی نه دلیلی، بلکه گمان پرستن، زن پرستن، مقلدن. مثل همین شیعیانی که مقلد مراجعی هستند، خودشون چه حرفی دارن؟ هرچی مراجعشون میگن اینا برغور میکنن. و اصل این آیه راجع به قضا و قدره، اصل این آیه در نفی جبری بودنه. وقتی انسان عقیده جبری داشته باشه، دین ملغا میشه، ثواب عقاب ملغا میشه، آتش و بهشت ملغا میشه، تکلیف ملغا میشه، حمل امانت از طرف خدا معنی نخواهد داشت. وقتی همه چیز اجباریه، زندگی میشه یک نمایشنامه، یک نمایشنامه خنک. به عنوان مثال، شما آیا راضی میشید که یه امتحان گرفته بشه، هزاران نفر شرکت کنن، لیکن نتیجه ها از قبل مشخصه؟ مثل انتخابات خاورمیانه، مثل انتخابات ایران، از قبل بدونید که کی مردوده، کی قبوله. میگه آقا این نمایشنامه بش، یعنی این بهش ارزش قائل نمیشی. آیا معقوله که خداوند در اصل انسانو کافر بیافرینه و بعد بیاد این دنیا به خواست خدا کافر شده، بعدم بر عبدالعابدین بذارش تو جهنم؟ وقتی خودش خلقش کرده کافر، چرا تو جهنم بذاره؟
چون چیزی معقوله. ولذا عقیده جبریت که اینم از ادیان دیگه به سراغ مسلمین آمده، مسلمانان رو عقب افتاده کرده. یک انسانی غرق در معصیته، میگه آه خدا چونی خواسته، ترتیب خداونده، خدا من رو هدایت نکرده. آقا تو کی از غیب خبر شدید که بدونید خدا چونی خواسته؟ که چونی حرفی زده؟ آقا چرا نماز نمیخونی؟ آقا خداوند هنوز من رو هدایت نکرده. تا اینکه خدا من رو هدایت کنه، خداوند کتاب فرستاده، پیغمبر فرستاده، هدایت نکرده؟ بعضی ها دعا میکنن ای خدایا بدی های ما از قضا و قدر توست، ما گناهی یعنی چی؟ یعنی ما گناهی نداریم، تو این گناهان رو بر ما مقدر کردی. اینا چی حرفیه؟ ولذا عقاید جبریگری امت رو بسیار عقب افتاده کرده. و این عقیده که انسان به این باور باشه که خداوند انسان رو مجبور به معصیت کرده، مثل ابو علی، مثل خیام که میگه که انسان رو انداخته تو دریا میگه تر نشو، این کاملا با اسلام مخالفه. خداوند فرمود من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر که میخواد ایمان انتخاب کنه، هر که میخواد عذاب انتخاب، کفر انتخاب کنه، لیکن حساب کتاب در آخرته. در سوره کهف که احتمالا بسیاری از برادران امروز خوندن، یا در سوره انسان انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما راهو بهش نشون دادیم، هدایتش کردیم. این اختیار خودشه که شکرگزار میشه یا کفر میورزه. ولی کل وجهتون هو مولیها، هر کدوم راهی انتخاب میکنن. پس طبق الخیرات، در خیرات مسابقه بدید. پس این آیه که میفرم سیقول الذین اشرکو، مشرکان میگن که اگر خدا میخواست ما شرک نمیورزیدیم و پدرانمون همچنین و چیز رو تحریم نمیکردیم. قرآن میگه این حرفا دروغه. كذلك كذب الذين من قبلهم، اونایی که پیش از اونا بودن هم دروغ میگفتن، اینا دروغه. حتی ذاقوا بأسنا، تا اینکه عذاب ما رو چشیدن. بلکه اصل در انسان اختیاره، آزادیه. در اون چی که من شما رو مکلف کرده، خداوند مختارمون کرده، شما رو مکلف کرده که نماز بخونید، شما آزادید، میتونید نماز بخونید، میتونید نخونید. مکلفت کرده که روزه بگیرید، شما میتونید روزه بگیرید، میتونید روزه نگیرید. به دلیلی که بعضی ها میبینید بعضی ها روزه میگیرند، بعضی ها نه، بعضی ها نماز میخونند، بعضی ها نه، بعضی ها راست میگن، بعضی ها نه، و بعضی ها اخلاص به خرج میدن، بعضی ها خیانت میکنن و هکذا. پس همه اون چرا که من شما مکلفیم، خداوند من شما رو مختار آفریده. و ادله در این مورد زیاده، هم عقلی و هم نصی وحی عقلی. امام حسن رضی الله تعالی عنه می فرماید که لو ان الله اجبر عباده على الطاعه بطل الثواب، اگر خداوند بندگانش را مجبور به طاعت میکرد ثواب معنی نمیداشت، و اگر مجبورشون میکرد به معصیت مجازات معنی نمی داشت، و اگر ترکشو می کرد هیچی بهشو نمی گفت، این عجزی در قدرت بود. و حضرت علی علیه السلام وقتی ازش سوال شد که آیا مسیر ما، رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهی بود، امام علی فرمود که وای بر توی ای آقا، اگر قضای اجباری می بود، تقدیر اجباری می بود، وعد و وعید باطل می شد، اجر و عقاب باطل می شد، ثواب و عقاب باطل می شد. ان الله امر عباده تخییرا و نهاهم تحذیرا و کلف یسیرا، خداوند بندگانش را اختیار داده و نهیشون کرده، برحضرشون داشته، و اونجا که
مكلفم کرده به آسانیه، چیز سخت نگرفته. و اعطا علی القلیل کثیرا، در مقابل چیز اندک بسیار اجر فراوان داده. و لذا انسان گمان نکنه که در همه چیز مجبوره، بعضی چیزا انسان مجبوره. مثلا اینکه شما مرد باشی یا زن به اختیار خودت نیست، کسی باید مشورت نکرده، کسی از سوال نکرده که آیا شما میخوای مرد باشی یا زن که ما شما رو بیافرینی، این دنیا بیاید یا نه، یا کسی با شما مشورت نکرده، پدر مادرت کی باشن، هیچ، اینا با شما کسی مشورت نکرده. این تقدیر شماست. اونجایی که تقدیر شما مؤاخذه نیستی، بلکه مکلف نیستی در این موردها، و الان اگه انسانی از قبرش بلند شه بگیم آقا یک سی دی 15,000 کتاب درش هست، در 13 ثانیه شما همه کتاب ها رو میتونی بچرخی، هر چی دارت میخواد انتخاب کن، همه کتب تفسیر، فقه، حدیث، و این به اختیار خودته. این چیز قابل تصور نبود. یعنی شما در اصلی هستید که این چونین علم منتشره، همین موضوع 50 سال پیش نبود، 100 سال پیش نبود. 100 سال پیش بعضی از شاعران میگفتند که غصه میخوردن که چرا پدران ما تجارت میکردن، کاش که کارمند میشدن. الان در بعضی کشورها فتوا دادن که زکات بر کارمند جایزه. یعنی این زمان رو شما انتخاب نمی کنی، قطع می کنی. الان شما نشستی در خانه خودت، قبلا اگه نامه می فرستادی از یک کشور به کشور یک ماه، دو ماه، سه ماه طول می کشید، الان در کمتر از یک ثانیه نامت شرق دنیا و غرب دنیا میره. پس زمانی رو که شما انتخاب کردی به اختیار خودت نیست، وارد ازش سوال نمیشی. و یه نفر مثلا در سرزمین مبارکی متولد میشه، در مکه، در مدینه، در شام. یه نفر در سرزمین شرک آلودی که سراسر شرک متولد میشه، مثل قوم، مثل تهران، مثل ایران، مثل عراق. یه نفر در سرزمینی که پر از معصیت متولد میشه، اینا هیچ کدومش انسان مکلف نیست. در اون چه انتخاب میکنه مکلفه. یه انسان میبینی که خوش رنگ و خوش قیافه، دیگری میبینی بعد شکله، یکی اینکه ذهینه، یکی خورده کمتر، هیچ کدوم اینها انسان مکلف نیست درش. و اتفاقا اون قسمت هایی که انسان مکلف نیست کامل ترین چیزه. مثلا در اینکه شما زنید یا مرد، راجب پدرت، راجب مادرت، راجب شهرت، راجب کشورت، راجب زمان ولادتت، راجب قدرت های عمومیت، باید علم یقین داشته باشید که اون چرا که خداوند برات انتخاب کرده بهترین وضعیتته. و راز این موضوع در قیامت پخش میشه. اون در قیامت خواهی دونست، اون موقعی که است خجالت انسان پیش خداوند ذوب میشه. و به این شکلی که هستید، با این قدرت هایی که دارید، با این شکل شمایلی که دارید، با این خانواده که دارید، با این شهری که دارید، اینا برای شما بهترین چیزه، ولی شما الان نمیدونید. و یه نفر در خانواده فقیری متولد میشه، آرزوی غذای خوب میکنه. یه نفر شب روز گوشت و نمیدونم بهترین غذاها رو میخوره. اما مردانگی در کجاست؟ اینه که در اون وضعیتی که خداوند شما رو خلق کرده بهترین موضع رو بگیری. مثلا یه نفر در ماه یه دفعه غذای گوشت نمیخوره، مثلا یه نفر هر روز. اگه فقیر در این امتحان پیروز بشه، در اینجا صبر میکنه، مؤدبه،
عفيفة باك دامنة عزيز النفس، با وجود که درآمدش چیزی نیست، اما ثروتمند با کبر، با تکبر، با استعلا همه گناه، مثلا خدا نکرده همه گناهان رو مرتکب بشه، هر دو اینها 60 سال 70 تا 80 سال زندگی کنن و میمیرن. الان رسیدن به ابدالآباد که نهایتی نداره، بگیم میلیون، میلیارد، 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 هر چه بگید هنوز طولانی تر. خب در چنین عمر طولانی اون فقیر مستمند که 50-60 سال اینجا زندگی کرده در نعمت ها باشه، آیا کدومی که برنده؟ و اونی که در اینجا در نعمت بوده اونجا در عذاب باشه، مشخصه که برنده کیه؟ اونی که عبدالعابدین رو ضرر کرده اون خاسره. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، بگو زیان کنندگان، خسارت پیشگان اونایی هست که خود و خانوادهاشون رو در روز قیامت باختن، از دست دادن. بزرگترین ضرر اینه که آخرت رو از دست بدی. وقتی که خداوند بر انسان مشکلات میفرسته، شدایت میفرسته برای که توبه بکنه، وقتی که ملک الموت میاد این آقا جاشو در جنت میبینه، عرق شرم پیش خدا میریزه. بعضی ها میگن فریادی میزنه که میگه که من هیچ خیلی در هیچ شری در عمرم ندیدم. و یکی از طاغیان دو سه روز قبل از مرگش همش فریاد میزد که آتش، آتش، این مدیر آتشنشانی کجاست؟ همش سبوشت میکنه، هم در جوی زندگی میگرد که همش آتشه، آتش سوتی. لذا سعادت و مردانگی در نهایت، در خاتمه، در سرانجام مردانگی بعد از مرگ، ثروت و فقر بعد از مرگ، بعد از عرض الله، خوبی و بدی بعد از اینکه به خدا عرضه بشید. و مثلا عرض میکنم خدای نکرده زنی اینجا زیبا باشه لیکن قید بند نداشته باشه، هم رو به فساد مبتلا بکنه، یه زن دیگه متوسط جماله لیکن مطیع خداونده، این در روز قیامت ملک جمال میشه، بهترین زن میشه، اوی که در آتش میسوزه، بلکه اینجا تسبیح حسابه. این هذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، اینجا خونه کجی است، خونه راستی نیست، اینجا خونه غم، خونه شادی نیست. کسی که دنیا رو بدونه نه به شادیش خوشحال میشه نه به غمش اندوهگین میشه. بیدار باشید که خداوند دنیا رو بر ابتلا آفریده و آخرت رو خانه سرانجام قرار داده، اینجا ابتلا می کند تا در آخرت اجر بدهد و اجر آخرت را ابتلاهای دنیا قرار داده. دنیای فانی اینه لیکن فریبنده. این مثال بارها خدمتون عرض کردم که یه شخصی بود، رفیق استادمون بود، در بازار بزرگ شام کار میکرد، دکان داشت اونجا. این هر روز آشغالاشو جمع میکرد، آشغال دکانشو توی جعبه بسیار تمیز میذاشت، دوربرش از این زرورق میذاشت، میدم در هر کی میدید فکر میکرد این گوهره، طلایه. دوست اینو بر میداشت دیگه، 100 متر این نوار رو باز میکرد، 100 متر بعد این نوار رو باز میکرد، بعد نگاه میکنه یک آشغاله که شروع میکنه که بد و بیراه گفتن. دنیا اینه، بهش هم برسید به قول شیخ شهراوی، آخرش هم یک مثل سیب گندیده به در نخور. تا آدم بهش نرسیده حرص میورزه. ولی انسان باید فکر آخرتشو بکنه.
إن دنيا فريبانده. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقت إنسان بخود بآخرات ميرسه ميگه كاش که من برای زندگی خودم در اینجا چیزی تقدیم میکردم. آقا انسان از خانه خوب قشنگ قصر چه بسا یهویی منتقل بشه به یک متر در نیم متر، دو متر نیم متر، چقدر سخته. همه اینا بگذاره بره اونجا. ولذا جبری مذهب نباشیم، از همینجا سخنان دین رو بشنویم. این مثال رو خدمتون قبلا هم عرض کردم. یه شخصی اومد پیش امیرالمومنین عمر بن خطاب، شراب خورده بود. حضرت عمر گفت که حد جاری کنی براش. گفت که نه ای امیرالمومنین، این تقدیر خدا بوده، خدا چنین مقدر کرده. امروز بسیار از مردم همین حرف رو به شکل دیگه میزنن. نماز نمیخونه میگه تقدیر خداه، روزه نمیگیره میگه تقدیر خداه. حضرت امیرالمومنین عمر گفت که دو بار حدش بزنید، یه بار به خاطر شرابخوری، بار دیگه به خاطر اینکه بر خدا افترا زده. گفت وای بر تو، خدا تقدیر خداوند تو رو از اختیار به اجبار نکشونده، بلکه تقدیر علم خداونده. و ولذا هر چی در قرآن آیه هایی که بوی جبریگری میده، باید اینها از متشابهات اینها رو محکمات بازگردونیم. آیه های محکم اونایی که یک معنی بیشتر ندارن، اقیم الصلاة، خلا نماز به پا داری. و لذا قرآن اینها رو صفیح میدونه. کسانی که جبریگری میکنن، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. همطور که عرض کردم این آیه درش اعجاز علمی موجود داره. بلکه قرآن میگه فلانی تو صفیحید، شما چون این حرفی میزنید، بعدا شما میایید اگر اندک زیرکی میداشی گفت نه آقا ما هم حرفی نزدیم، سکوت میکنه. لیکن بیاد همین حرف رو بزنه، خب این دلیل بر اینه که صفیح هم. خداوند وقتی که بخواد کاری رو انجام بده، عقل عاقل ازش میگیره. بلکه این آیه نازل شده، خونده شده، همه مردم میدونستن که صفیحان چنین میگن. اگه اینا ساکت میشدن مثلا آیه ملغا میشد. لیکن خداوند ارادش آزاده، به آزادی انتخاب داده. هر وقت که بخواد اختیار تمازیت میگیره، اراده تمازیت میگیره. یه شخصی خیلی زیرک باشه، خیلی حکیم باشه، لیکن مردم آزار باشه، خدا چطوری عذابش میده؟ اون حکمت و اون زیرکی رو ازش میگیره. یک حماقتی انجام میده که احمقترین مردم انجامش نمیدن. ورزا ابن عباس روایت میکنه که ان الله تعالی اذا احب انفاذ امر سلب کل ذی لب من لبه. خداوند بخواد امری رو جاری بکنه، عقل عاقل رو ازش میگیره. گرفتار چونی حماقتی میشه که دیوانه انجامش نمیده. اما مؤمن همیشه دنبال حکمته، بلکه با خداش در ارتباطه. و من یوت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا. کسی که بهش حکمت داده شده باشه، خیر زیادی پیشش هست، خداوند بهش خیر زیادی داده. کسی که با خداوند ارتباط نداشته باشه، قطع رابطه کرده باشه، هر چقدر زیرک باشه، چنان گرفتار حماقت میشه که یخربون و بیوت هم بیدی و ید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. خانه های خودشون دست خود و دست مؤمنان خراب میکنن. ای عاقلان عبرت بگیرید، پند بگیرید. وقتی که انسان به قدرتش بنازه، به مالش بنازه، خداشو فراموش کنه، در واقع راه ویرانی میره.
ضعیف وقتی که به طرف خداوند بره، خداوند بهش حکمت یاد میده، حکمت در قلبش الهام میکنه و وقتی خداوند میگه تبت یاد ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلى نار ذات لهب و امراته و حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این آیه به ابو لهب میرسه. اگه ابو لهب میرفت پیش پیغمبر میگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، با نفاق هم این حرف رو میزد، چی میشد؟ آیه ملغا میشد. ولی که خداوند با وجودی که بهش اختیار داده لیکن همچی توفیقی بهش نمیده. در هر ثانیه خداوند آزادی انسان رو میتونه بگیره. ولذا در دعایی که امام مسلم روایت میکنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جد اینجا معنی زیرکی و عاقل، کیاست. عقل عاقل پیش خدا نفی نداره، یعنی در مقابل خدا کاری نمیتونه بکنه. اون چی که بهش نفع میده چی؟ استقامتشه، درستیشه. ولذا در دیوانه حقیقی اونه که اسیان خدا بکنه، شرک بورزه، در مقابل رسالت امامت بتراشه، در مقابل خدا پرستی قبر پرستی بکنه و شرک های خودشون رو به خدا نسبت میدادن، کافر مشرک. قرآن اینا رو تقسیم میکنه، کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. آیا شما هیچ موقع از یه انسان شنیدید مثلا شاگرد اول باشه بگه آقا این تقدیر خدا بود، من که اصلا درس نخوندم، خدا من شاگرد اول کرد؟ کسی هم یه حرفی میزنه؟ چطور اون چی که مثبت به خود نسبت میدید، اون چی که منفی به خدا نسبت میدید؟ منفی ها رو به خدا نسبت میدید، مثبت ها رو به خودتون. و كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. تا اینکه دچار عذاب شدن. یکی از علامات های قیامت همچنان در حدیثه اینه که اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبع، وقتی بخل عمومی میبینید و هوا پرستی و همان متبع یا هوا پرستی جنس و اعجاب کل ذی رأی رایه، تکبر، هر کسی خود رأی باشه، هر کسی یک مشرع باشه. آقا بهش میگی حدیث این قال الله قال رسول، آقا من قانع نیستم، این به عقل من داخل نمیشه. فلزم بیتک، در چنی وقتی به خانواده خودت بپرداز، امسک لسانک، زبان تو بگیر، اون چرا که معروفه نگه دار، اون چرا که میدونی منکره ولش کن. فعلیه که به خاصت نفسک و دعی الاوام، در چنین وقتی انسان با افراد خصوصی خودش تبلیغ کنه و کار عمومی رها کنه. و الحمدلله امروز با آمدن تلویزیون ها من شما این مرحله رو گذراندیم. ولذا واجب تبلیغ توحید واجب همه یه، تبلیغ دین واجب همه یه. خداوند ما و شما برکت بده، ما و شما را هدایت کنه و دیگران را به وسیله ما و شما هدایت کنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.